نشست دوحه درباره افغانستان فردا یک شنبه در قطر برگزار می شود. این سومین نشست با موضوع افغانستان است که در این کشور برگزار خواهد شد. تا کمتر از چند ساعت دیگر سومین نشست دوحه با حضور 25 کشور و میزبانی قطر برگزار می شود. جامعه جهانی هم به دنبال این است که بتواند در نشست سوم هم که با حضور امارت اسلامی افغانستان که تنها آدرسی از این کشور است که در این نشست ها حضور پیدا کرده است و هم جامعه جهانی به دنبال این است که بتواند تعاملات جهانی خودشون را با حاکمیت طالبان که قدرت بلا منازعه‌ای در این کشور است داشته باشد. با گفته سخنگوی طالبان، محورهای گفتگو در این نشست موضوعات اقتصادی و محدودیت ها علیه افغانستان است. اجندا 4 مورد مشخص است: یکی حمایت از سکتور خصوصی در داخل افغانستان، حل مشکلات مالی و حل شدن مسائلات بانکی و در نهایت مبارزه با مواد مخدر و کشت بدیل در مواد مخدر. این موارد هستند که در دوحه رویش بحث و گفتگو صورت میگیره. قرار است به نمایندگی از طالبان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در رأس یک هیئت در این نشست شرکت کند. مجلس دوحه دایر میشه و امارت اسلامی افغانستان را رسما دعوت داده که در این مجلس شرکت بکنه. افغانستان آمادگی دارد با کشورهای جهانی روابط نیک و دوستانه ای داشته باشد و جلوگیری بکنند از فروپاشی اقتصادی این کشور و بتونند در عرصه های اقتصادی کمک بکنند به جامعه افغانستان که بتونند در همه عرصه ها به اون استانداردهای جهانی برسد. نرگس جعفری.